بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی در قندهار اعلام کردند که با کمک مالی یونیسف بازسازی 20 مدرسه در این استان آغاز شده است. هزینه این پروژه 178 میلیون افغانی است و طی 6 ماه تکمیل خواهد شد. این در حالی است که طالبان همچنان 1.5 میلیون دختر را از حق آموزش محروم کردند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش داد که در 3 ماه گذشته 787 هزار افغان از کشور خود مهاجرت کردند و در همین دوره 974 هزار نفر به افغانستان بازگشتند. همچنین اعلام شده که حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران و پاکستان اقامت دارند. نیروهای ژاندارمری ترکیه 21 مهاجر غیرقانونی افغانستانی را با پاسپورت جعلی ایرانی در شهر قارس دستگیر کردند. این مهاجران باید 479514 لیر جریمه بپردازند و پس از تکمیل مراحل اداری برای اخراج به اداره مهاجرت قارس منتقل خواهند شد. نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم با حضور نخبگان خوشنویس عراقی از جمله یک زن در وزارت فرهنگ بغداد افتتاح شد. این رویداد با همکاری بنیاد هنرهای اسلامی ابن البواب و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و هدف آن نمایش مهارت‌های خوشنویسان و احیای میراث اسلامی است. گروه شبه نظامی نیروهای واکنش سریع اعلام کرد که یک هواپیمای باری در منطقه دارفور سودان سرنگون شده است. این هواپیما حامل شهروندان روسی بود و دیپلمات‌های روسیه در حال بررسی این ادعا هستند. این گروه همچنین مدعی شده که هواپیما بر سر غیرنظامیان بمب می‌ریخته است. استانبول میزبان دهمین دوره نمایشگاه جهانی حلال از 27 تا 30 نوامبر 2024 خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات مختلف ترکیه برگزار می شود و محصولات متنوعی از جمله غذای حلال، لوازم آرایشی و بهداشتی را به نمایش می گذارد. انتظار می رود 40,000 شرکت کننده از 110 کشور حضور داشته باشند. در نقطه مقابل کوررنگی، چهار رنگ بینی وضعیتی نادر است که در آن افراد می توانند رنگهایی را ببینند که اکثر انسانها قادر به دیدن آنها نیستند. این وضعیت نتیجه یک جهش ژنتیکی است که در برخی گونه های پرندگان، ماهی ها، دوزیستان و خزندگان نیز دیده می شود. ماهی قرمز نیز چهار رنگ بین است. دانشمندان در یک پروژه جدید ویژگی‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری اسکلروز چندگانه MS را شناسایی کردند که ممکن است قبل از بروز علائم قابل شناسایی باشد. این مطالعه بر روی سلول‌های تی در 12 جفت دوقلوی همسان انجام شد و نشان داد که سلول‌های تی در افراد مبتلا فعال‌تر هستند. یک مطالعه جدید نشان داده که داروی دیابت خوراکی نوو نوردیسک سماگلوتاید خطر رخدادهای قلبی عروقی را تا 14% کاهش می‌دهد. این دارو به کاهش خطر مرگ قلبی عروقی، حمله قلبی غیرکشنده و سکته مغزی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی کمک می‌کند.